اروپا باید خود را در ارتباط با موضوع پناهندگان مسئول بداند. این پیشنهاد مجمع پارلمانی شورای اروپا است که از 47 کشور تشکیل شده. جنگ و درگیری‌های شمال آفریقا موجب شده تا این موضوع در دستور کار قرار گیرد. روز 10 ماه می سال جاری 34460 مهاجر و پناهنده به ایتالیا و 1160 نفر هم به جمهوری مالت وارد شدند. 750 هزار نفر نیز در کشورهای شمال آفریقا به عنوان مهاجر و پناهنده جابجا شدند. کریستوفر چاوپ، رئیس کمیسیون مهاجرت شورای اروپا و عضو پارلمان بریتانیا، خواستار همراهی و کمک بیشتر در این زمینه شده است. باید کشورها با شورای اروپا همکاری بیشتری داشته باشند، به ویژه که برخی شواهد از ناکافی بودن همکاری بین برخی کشورها، مثلا یونان و ترکیه، با شورا حکایت دارد که باید بهبود یابد. همه کشورها باید با سرعت بیشتری به این موضوع بپردازند، چرا که تأخیر در انجام آنچه درست است درستی موضوع را زیر سوال می‌برد. عبور از دریای مدیترانه بازی مرگ و سرنوشت است برای مسافران. بنا به گزارش شورای اروپا 600 نفر فقط در ماه مه در این دریا غرق شده و بیش از 1400 نفر هم ناپدید. آرکادیو دیاز، عضو پارلمان اسپانیا، ضمن اعلام هشدار مسئولیت کشورها را در فراهم ساختن امنیت مسافران دریایی خاطر نشان کرد. او گفت: فکر می‌کنم مسئولیت از هیچ کسی جز آنهایی که ناپدید شده اند سلب نمی‌شود. هر یک از ما به نوبه خود مسئول هستیم و نمی‌توانیم با توسل به بهانه‌های حقوقی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم. مرزبانان منطقه‌ای در اروپا هم به نوبه خود مسئول هستند. من قایق‌ها را مقصر نمی‌دانم. آنها خدماتی انجام می‌دهند که البته نیازمند پشتیبانی و حمایت‌های مالی و حرفه‌ای هستند. پارلمان شورای اروپا در گزارش خود اعلام کرده که اروپا در سال 2010 5824 پناهنده را به طور رسمی پذیرفته. این رقم در مورد ایالات متحده آمریکا به 54077 نفر می‌رسد.